ممنون. ممنون. تارا، تو از زندگیت راضی؟ برای اون حرفی که صدام زدی، اون حرفو بزن. چه حرفی بوده که میخواستی واضح بگی؟ اگه راستشو بپرسی، قبل از شراکت من نمیدونستم که فرهان شریک کاریمه. البته این بحثش جداست که بعد از شراکتمون من خواستم با فرهان دوست بشم. اما تو چرا همچین کاری کردی؟ ممنونم بلال. برای چی؟ برای همه چی. میدونی چیه؟ تو واقعا آدم خوبی هستی. پشیمونی نه؟ از اینکه منو رد کردی. آره کاملا. سلام علیکم. به من دروغ گفتی که مغازه میری؟ شما اینطوری نیست، شما اشتباه فهمیدید خاله. من واقعا اشتباه میکردم که به حرفای این اعتماد کردم. نه مادر جون، مزم نیست اینجا نمایش بازی کنی. برو داخل و تو دیگه اصلا تو این خونه نمیای. اما شما حرف منو بشنوید خاله، من بهتون توضیح میدم. نمیخوام هیچی بشنوم، فقط ما رو راحت بذار. تو بیا داخل، من الان به حسابت میرسم. بیا. خیلی داری اشتباه میکنی زرین، خیلی داری اشتباه میکنی. وای الهی، تو هر کاری کنی نمیتونی دوستتو نجات بدی. مادر جون باور کنید چیزی بین ما دوتا نیست. من با بلال هیچ ارتباطی ندارم. اگه اینطوری نبود پس اون هر لحظه حرفای محبت آمیز بهت نمیزد. در ضمن تو هم پشیمونی که بهش جواب رد دادی نه؟ اون یه شوخی بود مادر جون. شوخی؟ شوخی شوخی، شما دوتا زندگی پسرم رو نابود میکنین. بذار فرهان بیاد، من باهاش حرف میزنم، راجع به این رفتارات باهاش حرف میزنم. لطفاً مادر جون، دارید اشتباه فکر میکنید. اول به حرفم گوش بدید. تو دقیقا مثل همون ماری هستی که هر چقدر بهت محبت کنیم اما بازم نیشه تو میزنی. بهتر از تو زرینه که هر ظلمی رو تحمل کرد فقط به این دلیل که نگران آبروی این خونه بود. اما تو ذره ای نگران آبروی ما نیستی. رب میرے حال دا مہرم تو مجھے پار لگا रब्बा मेरे हाल द मेहर तू
اشکدا زهر چکھاد تو صدا بزنید. وای آبجی ببینید این چه قصیریشه، باز اومده تاره خانوم رو ببینه. سلام علیکم مادر جان، من به دیدن شما اومدم نه تارا. وای وای چقدر دروغ میگه آبجی. آبجی لطفا حرفاشو باور نکنید. خاله لطفا درست حرف بزنیم بلال دوستمه. اما این چرا بازم اینجا اومده؟ مادر جان من دیدن شما اومدم نه تارا، حتی میخواستم یکی رو با شما آشنا کنم. یه لحظه سارا. بیا مادر جان. سارا. السلام علیکم. علیکم السلام. من بزرگترم زنده نیستم، شما رو بزرگ دونستم و با این امید اومدم پیشتون که شما از خانواده سارا رو برام خواستگاری کنید. آبجی این یه دختری رو بیاد همینجوری به همون نشون بده، ما باید حرفش رو باور کنیم؟ آخه همه عکسای عشق و عاشقی این دوتا پیش پسر منه. برو پسر، برو عکسا رو به آبجی نشون بده، دست گلای عروسش رو بهش نشون بده. پسر چرا همینجوری وایستادی؟ یا لا عکس نشون بده چطور دستش رو شونش گذاشته و دوتای عکس گرفتن. تارای بی حیا. تو هنوزم باورت نمیشه، یعنی این عکسا دروغه؟ تارا باید ببریمش بیمارستان، من ماشین رو میارم. تارا چی شده؟ تارا تو خوبی؟ لطفاً ببریمش کلینیک، من همین نزدیکی هست. فرهان تو چطور میتونی به تارا شک کنی؟ عکس ها رو به هم نشون بده. لطفاً بیشتر از این توضیح نده. دیگه چه دفاعی از خودتون دارین؟ من هیچی نمیگم. تو خودت ببین. گالری رو باز کن.
جم، سریعتر کار کن. زرین؟ تو داری چی کار میکنی؟ دارم دوباره برمیگردم اتاقم. از آبجی پرسیدی یا سرخود داری؟ تو چت شد؟ غلام حلقه به گوشت تا را به کارت برس. مامان، چه نیازی از خاله بپرسم؟ با این اتفاقی که افتاد، اگه فرهان دلش برای اون بسوزه و تو این خونه نگهش داره، بازم خاله از جلو چشمش اونو دور نگه میداره. اما بازم دخترم. مامان، تارا دیگه 100% از اینجا میره. بهتون تبریک میگم، دارید مادر بزرگ میشین. چی شد؟ خوشحال نشدید مادر؟ ببینم چرا تبریک میگی فرهان؟ آبجی، شما چرا ساکت نشستین؟ همه چی فراموش کردین؟ که چطور تارا دستش رو شونه بلال گرفته بود و داشت میخندید؟ ما از کجا بدونیم که این بچه مال فرهانه یا از یکی دیگه؟ خاله کافیه. اگه بفهمم یک کلمه دیگه هم میگین، فراموش میکنم که خالمی. درست حرف بزن فرهان. مادر این جلوی چشم من داره به زن بیگانه هم تهمت میزن و به من میگین درست حرف بزن؟ میبینید آبجی، فرهان چطور جلوی خودتون آبروریزی را انداخته و بی احترامی میکنه؟ آبروریزی رو شما و دختر و پسرتون اینجا راه انداختیم. مادر اینو ببینین، اینو ببینین، این عکس واقعیه. منظورت چیه؟ منظورم اینه که این عکسای واقعی بلال با سارا است. یکی فتوشاپ کرده و عکسای تارا رو به جای خودش گذاشته. ببینین واقعیه و اینم تقلبیه. آبجی این داره دروغ میگه. اون پسر حتما یه کاری کرده. خاله لطفا قبول کنید که این نقشه شما و کاظم بوده و اینکه دوباره تارا رو از چشممون بندازین و ما از خونه بیرونش کنیم. آبجی این حرفا دروغه. حرفای منو باور کنید. حرفای فرهان دروغه. نصرت از اینجا برو. قبل از اینکه من بهت بی احترامی کنم از اینجا برو. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.